يفقه قولي. قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه افی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم فالذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. موضوع بحث این چند شب ما در مورد مراحل تربیت فرزند و عواملی که باعث میشه فرزند انسان صالح بشه. انشاءالله چون بحث این شب ما شب اول این بحثه، مقدمه این بعد چند تا نکته رو اول تقدیمتون میکنیم تا بعد اون چارچوب بحث بسته بشه، مسیر بحث معین بشه تا ببینیم به کجا کارمون کشیده میشه. اولین نکته اینه که اگر در آیات و روایات توجه بکنیم به یک اصل خیلی مهم میرسیم که هر جا انبیا اولیا دعا کردن برای ولدشون دعا نکن، برای ذریهشون دعا کردن. فرق بین ولد و ذریه چیه؟ این اول نکته رو بفهمیم. اگر کسی برای فرزندش دعا کنه، برای ولدش دعا کنه، خدایا پسر من رو صالحش کن، دختر من رو صالحش کن، این دعا دعای خوبیه، ولی دعا دعای کاملی نیست. ولد همین بچه رو میگن فقط، ولی ذریه نسل بعد رو میگن. لذا تو روایات داره هر وقت خواستید دونید به فرزندانتون، به ذریتون دعا کنید، نه فقط به فرزندتون. بگید خدایا در نسل من دشمن امیرالمومنین قرار مده، خدایا در ذریه من بی تفاوت نسبت به دین قرار مده، خدایا ذریه ما را صالح بگردان. خیلی دعای خوبیه. فرق بین ولد و ذریه یکیش اینه. انبیا برای هدایت انسانها آمدن، توجه کنید نکته دوم، از آدم تا خاتم، از پیغمبر تا امام زمان، تمام رهبران دینی برای این اومدن که بشر رو به کمال برسونن. بحثی که توش نداریم، آمدن مربی ماها بشن. ولی همین انسان ها که برای تربیت آمدن، برای هدایت بشری آمدن، همین ها قصه تربیت فرزندانشون رو از خدا طلب کردن. یعنی عمده بحث تربیت آدم باید دست خود خدا بده. تمام بحث ذریه و ولد در قرآن همش در قالب دعا آمده. یعنی انبیا وقتی خواستن دعا کنن، یکی از دعاهاشون این بوده که حالا یه دونه شخون در سوره فرقان آیه 73 که حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا زنهای ما را و فرزندان ما را روشنی چشم ما قرار بده. نمیگن خودم تربیت میکنم، میگن خدایا تو کمک کن بچم سالم بشه. این نکته مهمه، یه اصل اساسیه که اگر پدر و مادرها خودشون رو در امر تربیت علت تامه بدونن، خراب میشه کار. حالا میخواد بابا دکتر باشه،
مادر پروفسور باشه. میخواد والدین بالاترین مدرک علمی داشته باشه. هر چه ما بالا باشیم دیگه بالاتر از ابراهیم خلیل که نیستیم، دیگه مهمتر از موسی که نیستیم، مهمتر از عمران و زکریا که نیستیم، مهمتر از انبیا که نیستیم. اونها هم به اون درجه والایی که داشتن بودن، خدایا تو اصلاح کن نسل ما را. به قول خودمون باید ریشه قیچه بدیم دست خدا در درجه اول. خدایا خودت بچه هامونو محافظت کن از شر شیطان رجیم. منتها همه کارا رو دست خدا بسپاریم و به وظیفمون عمل نکنیم، این هم درست نیست. میگفت با توکل زاده اشتر ببند. بله، قصه تربیت از آن خداست. این ماها هم باید به وظیفه خودمون عمل بکنیم. یک نکته است، هیچ وقت نگو خودم، من خودم تربیت میکنم. هر کس گفت خودم چوب خورد، چون بنای خدا بر غرور شکنیه. نیادتون نره، هر وقت مغرور شدید به سوادتون، مغرور شدید به امکاناتتون، مغرور شدید به شهرتتون، مغرور شدید به علم و سوادتون، چوب میخورید. رضا عاقل باشید، نگو من. او خدا یا کمکم کن من بچه‌مو تربیت کنم. و افوذ امری الالله ان الله بصیر بالعباد. خب این اصل بحث ماست. حالا ما میخواییم علاوه بر توکل به خدا، علاوه بر قالب دعا، بدونیم وظیفه پدر و مادر در امر تربیت چیه. چشم، دعا میکنیم، همین الان دعا میکنیم. خدایا فرزندان ما را، نسل بعد از ما را، ذریه ما را صالح و سالم بگردان. اما همین تموم شد؟ نه، دعا میکنیم، ولی باید ببینیم وظیفه ما هم در قبال تربیت چی. وظایف والدین در امر تربیت به دو قسم، به دو قسم کلی تقسیم میشه، به دو مرحله است، به دو بخشه. قسم اولش، بخش اولش، مراقبت های ویژه در دوران مجردی، و دوم ملاحظات، مراقبات، محافظات، دقت در عمل و رفتاره برای بعد از تأهل. شما شاید تعجب بکنیم، قصه ما قصه تربیت فرزنده، چیکار داره به دوران مجردی؟ حالا عرض میکنم. چون ببینید بعضی بگنن تا اسم بچه میاد، میگن لابد ابتداش همون دوران حمله دیگه. حالا دیگه آغاز زحمت والدین در امر تربیت اولش همون نه ماه حاملگی مادره. نه خیلی اینجوری نیست. 20 سال قبل از ازدواج انسان باید به فکر تربیت فرزندش باشه. یعنی از دوران بلوغ دختر و پسر، از اون موقع اسلام دست گذاشته روش. میگه اگر کسی بخواد فرزند صالحی داشته باشه، شالوده تربیت اولاد در دوران مجردی بسته میشه. چطور؟ این علم هم قبول داره؟ بله. قانون وراثت، قصه ارق، قصه ژن، بحث ژنتیک، یعنی همین دیگه. چطور بچه وقتی به دنیا میاد همه دورش می نشینن، خاله، عمه، دایی، عمو، همه اقوام، آشناها هی بچه رو نگاه میکنن، میگن الله اکبر چشماش چقدر مثل عموشه،
ای عجیب لب و دهن شکل داییشه، چطور بچه نظر ظاهری به مادر و طایفه مادری به پدر و طایفه پدری میره و از نظر روحی اخلاقی افکاری